از زمان دادن نشان درجه یک خدمت تا پشت کردن به او تنها یک سال طول کشید. اما در این یک سال معادلات قدرت تغییر کرد و حالا محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین راهی زندان است. او به پنج سال حبس و بازگرداندن سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان محکوم شده. تحت فرزند این استان جناب رحیمی هستیم از نیروهای شایسته کشور دلسوز کشور حالا شاید کسی نگفته باشه من اینجا بگم به شما ولی شبان شبانه روز نداره آقای رحیمی که همیشه از حمایت بیدریق دوست قدیمیش برخوردار بود این بار از جایی ضربه خورد که انتظار نداشت محمود احمدی نژاد در نامه ای اعلام کرد که جرائم آقای رحیمی ربطی به اصولگرایان یا دولت‌های نهم و دهم ده ندارد این نوشته شکایت نامه آقای رحیمی را در پی داشت با این شعر سعدی که چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم او در این نامه خطاب به احمدی نژاد گفته شاید فراموش کرده اید که رحیمی محکوم امروز چوب لجبازی ها و آبروبری های گاه و بیگاه شما را می خورد. آقای رحیمی پرونده فسادش را هم به پرداخت پول به نمایندگان مجلس هشتم تقلیل داده و گفته مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان به قریب 170 نامزد مجلس هشتم پرداخت شده و اسناد و کپی چک های صادره در پرونده ثبت است. پرونده آقای رحیمی فراتر از پولیس که از آن صحبت کرده اما همین افشاگری هم پس لرزه هایی داشت. امروز یکی از نمایندگان خواستار اعلام اسامی آن 170 نامزد انتخابات شد. اما ساعتی بعد درخواستش را پس گرفت و به گفته یکی دیگر از نماینده نامش را پاره کرد. اما چرا آقای رحیمی پای 170 نماینده مجلس را به پروندهش کشیده؟ این 170 80 نماینده چندین بار اسمشون مطرح شده یک بار زمانی که موضوع کارت های هدیه آقای مرتضوی به اونها مطرح شد یک بار در قضیه پرونده بورسیه های غیر و یک بار هم الان که آقای رحیمی داره مطرح میکنه مطمئنا در این 170 80 تا اسامی مشترک زیاد وجود داره و با توجه به اینکه انتخابات مجلس نزدیکه و سال آینده انتخابات مجلس دهم ده برگزار میشه آقای رحیمی خواسته به گونه اعلام بکنه که با افشای این اسامی میتونه مانع رأی آوردن این افراد در مجلس آتی بشه از طرف دیگه آقای رحیمی قبلا با رأی نمایندگان مجلس هشتم تونسته بود که رئیس دیوان عالی محاسبات کشور بشه و بیاداوری کرده در نامش به آقای احمدی نژاد که من رفاقت تو رو ترجیح دادم به اون رأیی که نمایندگان به من دادم و معاون اولیه تو رو پذیرفتم و این باعث ناراحتی اون نمایندگان شد که شاید اگر من اونها رو ناراحت نمی کردم الان در این وضعیت گرفتار نبودم با شدن پرونده های مالی نزدیکان احمدی نژاد پای اصولگرایان که مدعی مبارزه با فساد هستند هم بیشتر درگیر پرونده های فساد اقتصادی می شود. هدفی که شاید آقای رحیمی هم که حالا خود را غرق شده می‌بیند با نامه دیروز دنبال می‌کرده مجید افشار بی بی سی